درود و فراوان خدمت شما عزیزان عزیزان گرامی در ادامه سالای نهایی خرداد تجربی هستیم معادل حرکت یک نوسانگر هماهنگ ساده در اس SI آی داده میگه در چه لحظه برح... پس از لحظه صفر برای نخستین بار تندی نوستانگر به صفر میرسه خب بعد ب گفته اندازه بیشترین شتاب حرکت این نوسانگر چقدره بچه های عزیز من ببینید معادله رو داریم x مساوی با دو صدم این, آی ما دامنه است کوسینوس ده پی این اومگای ماست بچه ها تی خب میگه در چه لحظه پس از لحظه صفر یعنی از شروعش از صفره که کجا سنان خودش تو انتهای مسیره چون تا به یعنی در واقع اگر بخواید بگیرید اینجا مرکز نوسان اینجا مثبت آی که از اینجا شروع میشه سرعت در مرکز ماکسیمومه در دو انتها صفره یعنی در منهای آ در واقع سرعت ما صفره خودش گفته برای اولین بار تندی صفر بشه اون که لحظه صفر هیچی سرعتی صفر هست اما لحظه بعدی وقتی که صفر میرسه یعنی x ما باید بشه چقدر منهای آ حواستون باشه چون شروعش از اینجاست گفته پس از لحظه صفر شروعش اصلا سرعتش صفر هست چون شروع نوسان در انتهای مسیر هست اینجا که سرعت ماکسیمومه اینجا سرعت ما دوباره صفر میشه پس من باید جای x بذارم منهای دو صدوم. بس در واقع جای x میذاریم منهای دو صدوم. مساویه با دو صدم کسینوس ده پی تی خب تقسیم کنیم بچه ها کسینوس ده پی تی بعد برابر با منهای یک بشه اینو به این تقسیم میکنیم میشه منهای یک بچه ها کسینوس میدونیم کسینوس پی برابر با منهای های یک نتیجه میگیریم ده پی زب در تی برابر با پیه پی با پی ساده میشه تیمون هم در میاد یک دهم ثانیه پس پس از یک دهم ثانیه میتونیم بریم میتونستید بچه های عزیز این کارم بکنید بیایید از روی اومگا تیو پیدا کنید دوره تناوب چون از اینجا تا اینجا نصف دوره است اونو نصفش میکردید یعنی بیایید از در واقع از این رابطه اومگا دوره تناوب پیدا بکنید میشه تی دوره تناوب ما بعد چون از اینجا میاد تا اینجا نصف دوره تی میشه اونو نصف میکردید همین یک دهم ده در میومد این مالی میگه اندازه بیشترین شتاب بیشترین شتاب بچه عزیز آی ماکسیموم ما آ اومگا دوه بیشترین سرعت آ اومگا بیشترین شتاب آ اومگا دو خب خیلی راحته آ رو که به همون داده دو صده. اومگا هم که داریم ده پی پی هم گفته ده بگیرید پس می نمیستم آی ماکسیموم مساویه آمون که دو سد هم یعنی دو ضبر در ده تا منهای دو زب در اومگا هم که شد چقدر ده پی به توان دو پس میشه 10 پی به توان دو خب می نمیستم آی ماکسیموم برابر با دو ضبر در, در به توان منهای دو اینکه که میشه 100 تا بچا به توان دو اینا پی دو ده میشه هزار یعنی میشه ده به توان سه پس یه بار دیگه ده به توان دو که صده پی دو هم خودش گفته ده بگیرید میشه ده به توان سه پس از اینجا آی ماکسیموم ما در این که ضرب بکنید میشه 20 متر بر میزور ثانیه این هم میشه اندازه شتاب بیشینمون یه سوال قدره این خوب سوال سوال مهم و در اساسی بوده خب ادامه میدیم بچه عزیزم از بحث موج میگه شکل زیر موج ارزی در یک ریسمان را نشان میداد که با تندی به سمت راست حرکت میکنه در حالی که تندی ذرات نشان داده شده ریسمان حالا وی ذره گفته اون ویه موج این وی ذره است آیا این دو تندی با هم برابرن خیر تندی ذره تندی نوسانیه یعنی تابه بسامت و دامنه محیط اما تندی موج تابه شرایط فیزیکی محیط پس میگیم خیر زیرا تندی موج به مشخصات فیزیکی محیط بستگی دارد ولی تندی ذرات به دامنه و در واقع اون بسامد موج بستگی داره یعنی به در از چشمه موج وابسته است پس تندی موج ذرات محیط به مشخصات منبع یا چشمه موج بستگی دارد پس جواب ما خیره خب اینم سوال خوبی بوده بچه های عزیز که یه دقتی میخواسته سال سیزده شخصی میانه دو صخره قائم ایستاده من شکل میکشم یه سخره، این یه صخره اینم یه صخره خب این صخره یک میگه از فاصله شخص از صخره نزدیکتر اینو مثلا من نزدیکتر بگیرم اینم شخصه میگه فاصلهش تا صخره نزدیکتر x بگیرم بگیرم 340 شخص فریاد میزند و اولین پژواک صدای خود اولی یعنی از اینجا بره برگرده بچه ها دو ثانیه طول میکشه یعنی یه ثانیه رفت یه ثانیه برگشت که کلا مجموعه میشه دو ثانیه و صدای پژواک دوم رو یک ثانیه بعد یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینجا دو ثانیه است برای اون میشه سه ثانیه سه ثانیه یعنی یک بره یک برگرده اینو دقت کنید چی شد ببینید یه ثانیه رفت یه ثانیه برگشت اینجا میشه دو ثانیه پژواک بعدی رو یه ثانیه بعد میشنوه یعنی کلا زمانش سه ثانیه است چون دو ثانیه اینجا بوده یه ثانیه بعد میشه سه ثانیه یعنی یک بره یک برگرده بله خب میگه که فاصله میان دو صخره چند متره این فاصله رو میخواد ال بگیریم مثلا اینو میخواد از اینی که داریم سی سر چهله ایکسی که مشخص زمان رفتش هم یه ثانیه است برگشتش هم یه ثانیه بچه من بیام سرعت صوت رو اینجا پیدا بکنم وی وی صوت چون سرعت ثابته میشه دلتا ایکس یک یا دلتا ایکس به دلتا تی چون ثابته ویمون برابر دلتا ایکس مون 340 تو یک ثانیه پس ویمون در میاد 340 متر بر ثانیه این مال این این سرعت صوت شد حالا این فاصله رو پیدا کنیم بچه دلتا ایکس دو رو این دلتا ایکس 2 فاصله از صخره دورتر میشه وی دلتا تی 2 خب دلتا ایکس دو ما ویمون شد 340 که اون ثابته در کنیم یکیش که میشه 340 تا نصفش هم میشه 170 تا میشه 510 متر پس این فاصله هم 510 اینم که داده بود 340 بنابراین الما میشه 340 به علاوه 510 میشه 850 متر خیلی آسون بوده خیلی سوال خوبی بوده اینم از این سوال 13 و عزیز ادامه میدیم میریم سوال سال می یک دستگاه صوتی صدایی با تراز شدت بتا یک چهه و دستگاه صوتی دیگری صدایی با تراز شدت 60 سیبل ایجاد میکنه شدت های مربوط به این دو تراز بر حسب وات بر متر مربع به ترتیب آی 1 و آی دو هستن نسبت آی دو به آی یک بچه های عزیز من یادشون هست بتا فرمول کلیش این بود بتا برابر با ده تا لوگ آی یک یا آی به آی صفر حالا بتا دو منهای بتا یک میشد ده تا لوگ بچه ها یادتون باشه گفتیم تفاضل تفریق به تقسیم تبدیل میشه میشه آی دو به آی یک این رابطه است خب بتا دومونو چند داده بچه ها شست بتا یکمونو اونو چهل داده اینم ده تا لوگ آی دو به آی یک خیلی آسونه این میشه بیستا بیست مساوی با ده تا لوگ من بیا میور که شما ببینید آی دو به آی یک خب بچه ها میشه اینو با این زد میشه دو لوگ ما میدونیم لوگ ده توان دو مساویه با دو پس من جای این دوه اینجا میشه دو جای این دو میذارم لوگ ده به توان دو پس از اینجا نتیجه گیری لوگ ده به توان دو مساویه با لوگ آی دو به آی یک خب بچه شما میدونید لوگا میشه از طرف این ساده میشه پس آی دو به آی یک ما در میاد ده به توان دو یعنی صد عجب سوال خوبی بود و شما هم که میدونم خیلی راحتی رو میتونید حلش بکنید پس رابطه اصلیمون اینه جای تا دو مقدار جای تا یک مقدار ده تا لوگ آی دو به آی یک ساده کردیم نکته مهمش اینه که شما وقتی رسیدید به اون دوه میدونید که لوگ ده به توان دو برابر با دو هست که قرار میدیم در توان دو و نسبتشون رو به دست میدیم میریم سراغ سال پانزده میگه در شکل زیر پرتو فرودی آی شامل نورهای قرمز و آبیه وارد یه محیط میشن یعنی هم قرمز هم آبی رو هم منطبق شده ولی وقتی وارد محیط شفاف میشن از هم جدا میشن کدامی که از پرتوهای شکسته یک یا دو مسیر نور قرمز روشون میده بچه نور قرمز چون نسبت به نور آبی طول موج بیشتری داره کمتر میشکنه دوباره میگم چون طول موج نور قرمز از نور آبی بیشتره کمتر میشکنه هرچی طول موج زیاد میشه زریب شکسته محیط براش آفرین کمتر میشه پس میگیم دو اینه قرمزش که کمتر شکسته این میشه قرمز چون طول موج نور قرمز از نور آبی بلندتره بیشتره ضریب شکست محیط براش کمتره پس کمتر میشکنه اینی که بیشتر شکسته آبیه اینی که کمتر شکسته قرمزه یه سوال خیلی خوب که از تو کتاب گرفته شده خب یه سوال دیگه از تمرینهای آخر فصل بچه عزیز میگه توضیح دهید آیا میتوانی توپ 61 25 رو به روش شیمی عزیز تو به و 25 جدا کرد از این یکی چطور بچه ها ما برای جدا کردن روش شیمیایی داریم تفاوت ایزوتوپ ها تو چیه بچه ها توی تعداد نوترون هاشون یعنی عدد جر شونه ما در روش های شیمیایی از عدد اتمی یا تعداد الکترون ها و پروتون ها استفاده میکنیم خب این دوتا رو نگاه کنید 61 5 و 25 عدد اتمی هاشون چون یکیه به روش شیمیایی نمیتونیم جدا کنیم چون تفاوت اینها در تعداد نوترون هاست در روش های شیمیایی نوترون دخالتی نمیکنه پس نمیتوان اینو از این جدا کرد چون عدد اتمیشون یکسانه یعنی تعداد الکترون های یکسان دارن ما تو روش های شیمیایی اونهایی که تفاوت تو نوترون دارن یعنی عدد جرمی دارن ولی عدد اتمیشون یکسانه نمیتونه میگه از این ایزوتوپ چرا میگیم چرا دلیلش به خاطر اینکه نگاه بکنید تعداد هاشون با هم فرق میکنه اون 25 این 26 ه پس از این ایزوتوپ نمیتونیم از این ایزوتوپ میتونیم جداش بکنیم به خاطر اینکه وقتی ما میتونیم جدا سازی رو انجام بدیم که عدد اتمی یا تعداد الکترون هاشون با هم متفاوت باشه این هم از سوال 16 میریم سراغ سوال 17 میگه گزاره های زیر با واجه های مناسب کامل کنین تشکیل طیف گسیلی توسط جسم جامد ناشی از برهم بله طیف پیوسته بچه ها اجسام جامد طیف پیوسته دارن اجسام وقتی در حالت عنصر گازی شکستن ناپیوستن خب ب در گسیل جای خالی فوتون در جهت کاتوره بچه ما دو نوع گسیل داشتیم گسیل خود به خودی داشتیم و گسیل الگایی گسیل الغایی تمام فوتون ها هم جهت بودن کاتوری نبود فقط تو گسیل خود به خودی این اختلاف وجود داشت یعنی کاتوره بود پ. به دلیل جای خالی بودن نیروی رانشی الکتروستاتیکی یک پروتون به تمام بچه نیروهای ای یا نیروی بین نوکلون ها برد کوتاه داشت ولی نیروی کلونی یا الکتروستاتیکی برد بلند پس میگیم به دلیل برد بلند برد بلند نیروی رانشی الکتروستاتیکی بین پروتون هاست که یه پروتون میتونه به تمام پروتون ها چون بردش بلنده یه میتونه ولی تو نیروهای هستی هر ذره به ذره های مجاور خودش فقط نیرو وارد چون بردش کوتاهه ت پرتوهای جای خالی بیشتری نفوذ را دارن گاما بچه ها اشعه گاما که بیشترین نفوذ پذیر رو داره و میتونه از این زخامت بکسرن بله این هم سآل خوبی بود ادامه میدیم بچه های عزیز سال هجده رو اگر الکترون در اتم روژین در تراز چهار به حالت پایه جهش یابد پایه یعنی این ان ماز ان مثلا بشه یک میگه انرژی فوتون گسیلی چند الکترون ولت اینجا داره گسیل میکنه ای آر هم بهمون به داده بچا انرژی هر تراز چی بود ای ان بود منفی ای, ای آر ان دو درسته تو مدل اتمی بور گفتیم وقتی از یه ترازی مثلا انرژیش ای, ای میاد به یه ترازی که انرژیش ای ان پریمه بچه تو ماشینی با یو نشون میداد اینو ال از یه ترازی میاد به یه ترازی انرژی که گسیل میکنه ای ان منهای ای ان پریم بچه برابر با هاش میشد یه فوتون گسیل میکرد این انرژی فوتون است این انرژی فوتونه گسیل شده است که اختلاف این دو ترازه پس شما اختلاف این دو تا تراز رو حساب بکنید این انرژیه پس من انرژی فوتونم رو میتونم دلتا ای بذارم مینویسم ای ان منهای های ای ان پیریم یا ای یو منهای های ای ال که تو کتاب گفته دلتا ای میشه این میشه منفی ای آر اینجا داریم فرمولشو این دو به علاوه منفی در منفی منفی در منفی میشه مثبته. بی آر ان دو خب میتونم از ای آر فاکتور بگیرم دلتا ای از ای ار فاکتور میگیرم سیزده و ششده هم فاکتور میگیرم بچه ها اول اینو مینویسم که مثبته ان پریممون چند شد اومد به یک میشه یک به یک به توان دو چون توان دو داره منهای اینم که میشه یک چون دو چهار بوده میشه شونزده آره، حواستون باشه، این هم حالا پرانتز یا کروشه بگذارید فرقی نمیکنه خب، بچه های عزیز من از اینجا مخرج مشترک میگیریم خود 16 پس دلتایی ما میشه 13 و 6 این همی که در اومد. به 16 بگیریم مخرج مشترک رو به یک میشه 16 تا منهای 1، 15، 16 هم خب این به چهار ساده میشه اینم به چهار میشه سه و چهار بازم ساده میشه این به دو میخوره میشه یک و هفت اینم به دو میشه دو پس در واقع دلتایی ما حالا ضربم بکنید ایرادی نداره میشه یک و هفت زب داره پونزده تقسیم بر دو دیگه خودتون این و انجام بدید واحدش هم الکترون ولت ها حواستون باشه اگه یه وقت گفت ریدبرگ یادتون باشه جای ای آر سیزده و شیش باید یک بذارید دیگه اینم محاسبش با خود شما عزیزان ولی جواب رو سعی کنید به دست بیارید چون ۲۵ صدم به جواب نمره میدن برای شما اگر جواب رها کنید ممکنه اون طراحه اگر حواسش نباشه 25 صدم رو بهت نده خب میریم سراغ سال 19 میگه پس از 21 روز 21 ساعت اسخایی میکنم یک 128 م تعداد هسته اولیه یک ماده پرتوزا فعال باقی میمونه نیمه عمر این ماده پرتوزا چند ساعته؟ دو راه میرم براتون هر دو راه قابل قبوله بله ببینید چی جوری خب ما یه فرمول داشتیم بچه ها. N مساوی بود با N صفر دو به توان N این چی بود؟ این تعداد هسته باقی مانده این میشه تعداد هستای اولیه این N چیه؟ N نسبت زمان طی شده به نیم عمرش تیه یک دوم یعنی زمان نیم عمرش خب تعداد هستای باقی مانده یک این نسبت به این یک صد است بنابراین من میتونم فرمولم رو درست کنم N به N صفر مساویه با یک برای دو به توان N چیکار کردم بچه این اینو داشتم این صفر رو بردم زیرش اینو خودش گفته یک صد و بیست و هشتون یک برای دو به توان این از اینجا ان در میاد هفت بچه های عزیز خب این ان چی بود بچه ها این هفت رو قرار میدم تیمونم گفته بیست و یک ساعت تی یک دوم ما که زمان نیم امرون میشه سه ساعت پس نتیجه میگیریم که تی یک دوم ما یه نیم عمرمون میشه سه ساعت این یه مدلش مدل بعدی با استفاده از نمودار بچه ها ببینید هستای اولی این یه نیم عمر من یه تی میذارم حالا یک دومش یک دوم یه نیم عمر دیگه میشه یک چهارم این یه نیم عمر دیگه میشه یک هشتم دوم یه نیم عمر دیگه میشه یک شونزه همه این هی نصف میشه یه نیم عمر دیگه بچه ها میشه یک سی و دوم انصف. و یک نیم عمر دیگه میشه یک شست و چهارم این صفر و آخریش که یه نیم عمر دیگه است میشه یک صد و بیست و این صفر خب ببینید یه نیم عمر دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفتا. هفت تا هفت تا نیم عمره پس من میگم هفت تا تی ما شده بیست و یک ساعت پس تیمون میشه سه ساعت اینم یه مدلشه هر دو راهو بنویسید جواب قابل قبول بچه ها. حتما خب اینم از این بریم سراغ سال بعدی سال 20 راننده خودرویی که با سرعت 72 کیلومتر بر ساعت در یک مسیر مستقیم در حال حرکته با دیدن مانعی اقدام به ترمز میکنه و خودرو پس از مسافت 20 متر متوقف میشه شتاب پس سرعت اولیه‌مون اینه بچا به صفر که تقسیم بر 72 رو تقسیم بر سه سو... البته اینجوری ننویسید ما اینه تستی داریم می‌نویسیم میشه 72 رو تقسیم بر 3 و 16 دهم کنید میشه 20 متر بر ثانیه دلتا ایکس مون هم که داده بچه ها 20 متر بعد گفته سرعت پایانی مون شده صفر چون متوقف شده حالا چی از ما خواسته شتاب آرو میخواد خب مستقل از زمان و دو منای و صف دو مساوی با دو آ دلتا ایکس بله یکی میگه آقا این فرمول حذف شده جو درسته این در واقع جزء مبحث حرکت محسوب میشه و حرکت با شتاب ثابت این صفر منهای و صفر اون 20 میشه 400 دو آ رو ندارم دلتا ایکس اونم شده 20 متر از اینجا آ ما در میاد منهای چند ده ببینید 400 به چهل میشه ده منهای ده متر بر مریض خب حالا اینم یه سوالی که مطرح شده ادامه میدیم 21 تعریف کنید نیروی مقاومت شاره اکسان وقتی در اون شاره حرکت میکنه در مقابل حرکتشون نیروی مقابل حرکت قرار میگیره که بهش میگیم نیروی مقاومت شاره که به اون تندی جسم و ابعاد جسمون بستگی داشت قانون گرانش قانون گرانش رو از رو رابطهش هم میتونید حفظ بکنید F برابر بود با J M1 M2 R2 وقتی دو جسم به هم نیروی گرانش وارد میکنن این نیرو با حاصل ضرب جرم دو جسم رابطه مستقیم و با مکزور فاصله شون رابطه معکوس داشت این هم تعریف نیروی گرانش نمیدونم ادامه داره یا نه بله سال 22 میگه در یک تار به طول یک و دو همه جرم سی گرم تندی انتشار موجود داده نیروی کششش چقدر خیلی ساده است وی برابر بود با رادیکال اف به مو بود مو هم که بود نسبت ام به ال بچه ها پس میتونم بنویسم وی برابر با رادیکال اف ال به ام یه ضرب هم میتونستید اینو بنویسید خب وی مونو به همون داده بچه ها ده به توان دو میرسونیم که از زیر رادیکال بیاد بیرون اف رو نداریم طولش رو داده یک و دو دهم جرمش هم داده سی گرم تقسیم از هزار میکنیم میشه سه صدم یعنی سه ضرب در دو تا منهای دو خب میایم طرف این وسطه این میکنیم اینو در این ضرب میکنیم بچه میشه سه مساوی اف در یک و دو دهم ده از اینجا اف ما در میاد سه تقسیم بر یک و دو دهم ده یا اف میشه سی به دوازده به سه میزنیم میشه ده به سه میزنیم چهار میشه نیم نیوتون اینم خیلی خیلی ساده بوده از این رابطه میتونید مستقیم استفاده کنید به توان دور رسوندم افو نوشتم الو که یک و دو دهم ده داده اینم که حتما حواست باشه تبدیل واحد نکنی کار خرابه فقط به این فرمول نمره میده بقیه محاسباتت اشتباه میشه حواست به این تبدیل واحد باشه سال 23 یک فنر روی سطح افقی بدون استکاک به وزن 200 گرمی متصله و حرکت هماهنگ ساده با دامنه 5 و بسامد زاویهی 20 رادیان بر ثانیه انجام میده. انرژی مکانیکی نوسانگر چند جوله؟ بله بچه ها. انرژی مکانیکی بود یک دوم یکی از فرمولاش کا آدوه این کا ثابت فنر یا نیروه یکی دیگه هم این که جای کا میتونستیم بذاریم یک دوم ام اومگا دو آدو اومگا منو هم که دو پی افه تو خودش دیگه بست آمده زاویی داده دیگه نیازی نیست از همین میریم این منو برابر با یک دومه جرم نوستان رو داده دویست گرم میشه دوده هم دو زرده دو تا منهای یک تبدیل واحده یادت نره اومگا مون هم داده 20 رادیان بر ثانیه میشه 20 به توان دو زب داره دامنه نوسان گفته چقدر 5 سانتی متر تبدیل یادت نره 5 ضرب در 10 به توان منهای 2 به توان دو خب این دو با این دو میره ایمون به دست میاد این میشه 400 یه صفرش با این میره میشه 40 پس این شد 400 در این ضرب میشه میشه 40 این هم 5 به توان دو میشه 25 ضرب در در به توان منهای 4 خب 4 تا 25 تا 100 تا چهل تاش میشه هزار تا هزار یعنی ده به توان سه با این میره میشه یک دهم ده جول این هم میشه انرژی مکانیکی فکر میکنم این یه آخریش باشه بچه های عزیز بله این هم آخرین سؤالو. بچه عزیز دیگه حالا بودجه بندی و بار بندی هاش معمولا مشخصه اینجور سال 25 صدون به این نمره میده اینام هم نهایتا بخواد قرار بده نیم تا به 75 صد میشه یه نمره موفق باشید عزیزم